بیم اینجا که یه ذره بهتر باشه. لایو من استارت بخور و بریم. حل. سلام. فقط حواست باشه این لایو من اگر پرید بهم بگی. سلام بچه، امیدوارم حالتون عالی باشه. با یک جلسه رویایی با یک کسی که بعد از 3 سال بالاخره تونست به پزشکی برسه میخوایم شروع بکنیم که مشکلات ما چیه که مجبور میشیم پشت کنکور بمونیم و شاید به خواسته هایی که باید نمیرسیم. سلام. چت رو برای من باز کنین. سلام. امیدوارم حالتون عالی باشه. ماشاءالله بچه‌ها. سلام. با این وضعیت اینترنت خوب اومدم بچه‌ها. ماشاءالله. سلام. به به. سلام. اونور ببینیم لایو هم بچه‌ها اومدن. به. سلام. خب بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی خوشحالم میبینمتون در حالی که خودم حالم اصلا خوب نیست، اما امروز رو به خودم قول دادم که حواسم سر کلاس فقط به این باشه که شما کنکور داریم و شما رو درگیر هیچ حاشیه‌ای به هیچ وجه نکنم. امیدوارم که حالتون خیلی عالی باشه. از این شرایطی که این چند وقت هست کمترین تأثیر رو پذیرفته باشین. دیگه تو بغزنه الان تو سخنرانی خیلی طبیعیه. بعدش پذیرفته باشین و خیلی 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 امروز بتونین با یک حال خوب اگر آزمون دادین تحلیل بکنین. امروز سر کلاس باشین. میخوایم سرعت تستنیتون رو درست بکنیم، اشکالات سال کنکورتون رو رفع بکنیم و و و و و کلی کار داریم با هم. خب بچه‌ها، من یه بحثی رو که جلسه قبل با یه دانش آموزی که 5 سال قبل کنکور کردم، جلسه های قبلی با 7 سال، 6 سال، 1 سال، 4 سال، همه مدل دانش آموزی آوردیم دیگه، از 1 تا 7 سال پشت کنکور آوردیم که یه قولی هم داده بودم تو جلسات کلاسی نوی سال قبل که ویدیوش هم داخل پیج هست که امسال هم یک دانش آموزی دارم که 7 سال پشت کنکور مونده و قطعا به نتیجهش خواهد رسید. 7 سال دور از کنکور بوده، از آبان ماه شروع کرد و به نتیجهش خواهد رسید. ویدیوشو داخل پیج خواهم گذاشت. خانم ملیکا حسینی از اهواز، دندان پزشکی اهواز، امسال قبول شد. خب بچه‌ها، یه نکته خیلی مهمی است. چه اتفاقی میفته که یک دانش آموزی علارغم اینکه درس میخواند پشت کنکور میمونه؟ علارغم اینکه درس میخواند آدم حواس پرتی نیست ولی باز نتیجه نمیگیره. چی میشه که میاد یه مسیری رو عوض میکنه، یه کاری رو عوض میکنه به نتیجه ای که میخواد برسه؟ همین الان قبل از اینکه جلسه مشاوره شروع بشه ما یه جلسه ای داشتیم تو کلاسینو بابت اینکه آقا پیدا بکنیم اشکال بچه ها رو که چرا یک دانش آموزی در زمانی که باید نتیجه بگیره نتیجه نمیگیره، 2 سال 3 سال میمونه پشت کنکور، بعدش یا نتیجه میگیره نمیگیره. خب ما همون سال اول اشکالشون رو رفع کنیم. جلسه امروز هم با علی نازنین هم که حالا چند لحظه بعد ازشون درخواست خواهم کرد که بیان، همین موضوعش. آقا ما اشکالاتمون رو حساب کنه. اما توی این جلسه علاوه بر این موضوع در مورد سرعت آزمون دادن، در مورد سرعت تست زدن، سرعت مطالعه، تندخوانی و تکنیک ها هم صحبت خواهیم کرد. جلسه امروز رو حتما از دست ندین. اگر 2 جلسه قبلی رو ندیدین، هم داخل پیج اینستاگراممون هست هم داخل سایتی کلاسینو به صورت رایگان براتون بارگذاری کردیم، حتما بچه‌ها بیان ببینن و استفاده بکنن، چون شرایط بسیار خاصیه. توی این شرایط تنها چیزی که میتونه بهتون کمک بکنه اینه که نمونه هایی از سالهای قبل ببینید. بچه‌ها من همه جور قبولی آوردم کلاسینو، کنکوری به تعداد زیاد، 1 سال پشت کنکور که 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال، دانش آموز جلسه قبلی 5 سال پشت کنکور بود و با یه تغییر استراتژی تونست به نتیجه اولیش برسه. یه جالب بهتون بگم، سال اولی که دانش آموزی که پارسال آوردیم، سال اولی که کنکور داده بود رتبه 40,000 شده بود. 40,000. میخوام امروز یه چیزی رو به خانواده ها نشون بدم، به کسایی که امروز احتمالا به بچهشون گیر دادن کارنامت کو. پس خواهش میکنم لطفا خانواده های محترم رو هم بیارید پای گیرنده هاتون و اونها هم بتونن این جلسه رو ببینن، چون فکر میکنم خیلی از مشکلاتی که با مامان بابا ها دارین حل خواهد شد. عزیزم میشه لطف بکنید اون صفحه کارنامه قلمچی رو من محبت بکنین؟ خب بذارید ما صفحه کارنامه قلمچی رو شروع بکنیم. بچه‌ها خوب توی لایو هم تعدادشون کمه، چون فکر کنم دسترسی به اینترنت خیلی 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 سخته. خب
اگر محبت بکنید برای من باز بکنید. من میخوام دانش آموزی رو که دوست دارم که بیان و باهاشون بعدش صحبت بکنیم اول یک معرفی بکنم، دیگه من میتونم با دست کار بکنم.